از زمانی که چرخ اختراع شد تا به امروز همچنان ظاهر دایره شکل خودش رو حفظ کرده. اما در سالهای گذشته ایده های تازه‌ای مطرح شدند، مانند چرخ های کروی که ممکنه آینده چرخ ها رو متحول کنند. من فرید خلیفی هستم. در این دانستنی های جهان ما از کیهان لندن یکی از این ایده های تازه رو خواهیم دید که گویا عملی هم شده. چرخ‌های ممتد یا تانک ترد از قرن 18 تا به امروز در وسایل گوناگونی استفاده می‌شوند. مهمترین مزیت بهره از این گونه سیستم حرکتی در وسایل نقلیه توانایی عبور از مسیرهای سخت است، چرا که چرخ‌های لاستیکی به سختی می‌توانند وسایل نقلیه را از مناطق سخت عبور دهند. به علاوه اینکه چرخ‌های لاستیکی بسیار هم آسیب‌پذیر بوده و حتی اگر وسیله نقلیه را از مسیرهای سخت به سلامت به مقصد برسانند، دچار استهلاک شدیدی خواهند شد. اما عبور از مسیرهای سخت تنها ویژگی چرخ‌های ممتد نیست و گاهی در مسیرهای بسیار نرم هم کاربرد دارد. برای نمونه در مناطق ماسه‌ای که چرخ‌های لاستیکی اتومبیل کارایی بالایی در آن مناطق ندارند. شاید بتوان با تجهیز یک اتومبیل به چرخ‌های ممتد حرکت این وسیله نقلیه را در شرایط خاص نیز تسهیل کرد، ولی از طرفی تا حد بسیاری از کارایی اتومبیل در جاده و خیابان‌های آسفالته کاسته خواهد شد، زیرا چرخ‌های لاستیکی می‌توانند این وسیله نقلیه را به سرعت بسیار بالاتری از چرخ‌های ممتد در جاده برسانند. پس چاره چیست؟ تهیه دو وسیله نقلیه، یکی با چرخ‌های لاستیکی، یکی با چرخ‌های ممتد، و شاید تعویض چرخ‌ها بنا به اقتضای شرایط مسیر، که البته می‌تواند کاری بسیار دشوار باشد. دارپا، آژانس پژوهشی تکنولوژی‌های پیشرفته وزارت دفاع در ایالات متحده آمریکا، با بازطراحی چرخ‌های وسیله نقلیه به تازگی نسلی نوین از چرخ را معرفی کرده. در این چرخ‌های تازه هر دو ویژگی چرخ‌های ممتد و چرخ‌های لاستیکی در یک سیستم گنجانده شده، به طوری که وسیله نقلیه امکان بهره‌مندی از مزایای هر دو نسل چرخ را داراست. دارپا راهی یافته تا در آن مکانیزم چرخ‌های ممتد را در ساختار چرخ‌های گرد لاستیکی بگنجاند. این نوآوری بسیار کاربردی کاربری این اتومبیل را بسیار گسترده‌تر از پیش می‌کند، زیرا علاوه بر توانایی طی مسیرهای مرسوم اتومبیل‌ها، می‌تواند به راحتی در مسیرهای سخت و صعب العبور هم مانند یک تانک به آسانی حرکت کند. امکان تغییر حالت سریع چرخ از وضعیت چرخ عادی به وضعیت چرخ ممتد مزیت بسیار مهمی است، چرا که بدون نیاز به اتلاف وقت و انرژی این تغییر انجام می‌گیرد. و حتی در حال حرکت هم میتواند این تغییر روی دهد تا کاربری وسیله نقلیه را بسته به نیاز متناسب با سختی مسیر سازگار کند. حرکت وسیله نقلیه با چنین چرخ‌هایی در مسیرهای شنی یا ماسه‌ای، سنگلاخی، گلالود، باتلاقی و حتی برفی نسبت به چرخ‌های عادی تسهیل خواهد شد. علاوه بر آن، راننده می تواند تنها با فشردن یک دکمه چرخ‌ها را ظرف 2 ثانیه به وضعیت چرخ‌های دایره‌ای شکل بازگرداند تا در مسیرهای مرسوم جاده‌ای با سرعت حرکت نماید. این چرخ‌های متغیر که هنگام نیاز راننده حالت خود را به وضعیت مثلثی شکل به سرعت تغییر می‌دهند تا مانند چرخ‌های ممتد تانک وسیله نقلیه را به حرکت درآورند، سیستم RVT نامیده شدند. اگرچه دارپا RVT را در حال حاضر بر روی اتومبیلی نظامی نصب کرده است، اما این سیستم تازه علاوه بر تحول در سیستم حرکتی وسایل نظامی سبک، می تواند راهی باشد برای تجهیز وسایل نقلیه گوناگونی که ممکن است این تکنولوژی کاربری آنها را در آینده دوچندان کند.